درود به شما جناب امید مهر گرامی و سپاس فراوان و خیلی خوشحالم که بار دیگر از رادیو پیام اسرائیل در خدمت شما هستیم. درود بر شما و هموطنان گرامی در جاجای ایران، بخصوص هموطنان گرامی در مام وطن ایران. بفرمایید، در خدمت شما و برنامه وزین شما هستم. خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. من هم همینطور، باعث افتخار بنده است. جناب امیدمر، این روزها در ایران ما خبرهای بسیاری هست و متاسفانه خبرهای بد و وحشتناکی از ایران به گوش ما میرسه در خارج از ایران، از جمله کرونا که بار دیگر گسترده تر شده و شاهد هستیم که چه شرایطی است، و شرایط سیاسی هم خیلی داره به سمت بحرانی میره اونطور که مشخصه. به طور مشخص شما، از دیدگاه شما به عنوان یک دیپلمات با سابقه، شرایط رژیم رو در این روزها از لحاظ سیاسی چگونه ارزیابی میکنید؟ تا برسیم به هر حال مباحث دیگه‌ای که با شما در میون خواهم گذاشت. ببینید، محور سیاست رژیم در حال حاضر پلت آنتن‌ها و گوش‌هایی و جواسیسی که در درون جامعه، در تاکسی‌ها، در اتوبوس‌ها، در مترو، گوشه کنار، همه جا داره، به این نتیجه رسیده که یک خشم وحشتناکی، یک نفرت وحشتناکی در گلوها نهفته است و بیش از 90% مردم ایران آماده قیامند. این انفجار خشم ملی دودمان رژیم رو برباد میده. همه قدرت‌های دنیا هم جمع بکنن بهش کمک کنن، نمیتونن در مقابل این ملت بایستن، برای اینکه قوانین بین‌المللی هست که مانع سرکوب یا کشتار جمعی ملت میشه. همه دنیا قیام میکنن و جلوی این کار رو میگیرن. بنابراین محور سیاست رژیم اینه که چجوری این انفجار خشم ملی رو به عقب بندازه، بعد در یه فرصت مناسب اونو یه راه حل‌هایی پیدا بکنه، بعد اون نقاط کلیدی رو حل بکنه. مثلا صورت مسئله رو تا حالا پاکسازی کرده، بازم صورت مسئله رو پاکسازی بکنه، وعده وعیدهایی بده. الان یه زمانی بحث بر سر این بود که اگر ملت ایران برای اینکه اعراب مثلا انقلاب نکنن باید شکمشون پر باشه، ملت ایران برای اینکه انقلاب نکنن باید گرسنه باشن. این به دکترین البته مال انگلیس هاست، اینا اعتقاد دارن. این همه دیگه فشار آوردن، کرونا از یه طرف، فقر و بدبختی و نمیدونم، وحشتناکه. یعنی هیچ کشوری در کره زمین، حتی هند هم به این وحشتناکی نیست. این محور سیاست باعث شده که مثلا در سطح ها جنگل آتش سوزی بشه. این قضیه باعث شده که اطراف سایت های خیلی مهم اول آتش سوزی بشه، بعد انفجارهایی رخ بده. این قضیه باعث شده که قراردادهای وحشتناک، میگن ترکمن چاینا، ترکمن چای دوم با چین منعقد بکنه، که فقط با چین نیست، پای قضیه هم با روسیه است. و اگر این کار رو بکنه ایران مستعمره اونا میشه و حالت محوری پیدا میکنه، تحت خیز میشه که چین از ایران، از اون جاده ابریشمی که نوینش کرده و بنادری که به دریای مدیترانه از طریق ایتالیا رسیده، نیروهای 20 میلیونی رو که با کشتی نمیتونه در اون روز مبادا و مهم از طریق ایران و قطارهای سریع‌سر به دنیا برسونه و از ایران به عنوان وسیله پرتاب و انجام این ترور و وحشت و فتح دنیا قرار بده. بله، اشاره کردید به قراردادی که قرارداد بین چین و رژیم در واقع که به مدت 25 سال بسته شده و خبرها میرسه که افرادی از چین راهی اون منطقه شدن و در اونجا اقامت دارند، در این روزها وارد شدند. اساساً این قرارداد رو از دیدگاه شما چه هست؟ و این یک اقدامی نیست آیا از سوی رژیم که بخواد به وسیله این قرارداد دو همپیمان خودش رو یا دو حامی خودش رو، چین و روسیه رو، راضی نگه داره، به خاطر اینکه از این شکست و از این در واقع سقوطی که شما بهش اشاره کردید در واقع یک راه نجاتی برای خودش پیدا بکنه به وسیله این قراردادی که خب خیلی هم خشم ایرانیان رو برانگیخته در داخل و خارج از ایران؟
ببینید، هر چقدر هم روابط حسنه نزدیکی با چین و روسیه داشته باشه، رژیم جمهوری اسلامی ایران به روابط با غرب به دلیل اینکه ریشه بنا و استراکچر، اون ترکیب حیاتی صنعت پایه در ایران وابسته به اروپا و آمریکا و در زمان شاه اینطوری شده، غیر از ذوب‌آهن اصفهان که مال روسا بود، روسا از روسا خریداری شد، بقیه زیربنای صنعت و تجارت و معادلات حتی قوانین تجاری بر همین اساس، یعنی گذشته که سامانه های گذشته، قرارداد های گذشته هست. به خاطر همینه که رژیم جمهوری اسلامی ایران به یک نحوی میخواد که نوعی حالت موازنه ایجاد بکنه، هم از اونا بگیره هم از غرب بگیره، مثل اون سیاستی که در درون تا این مقطع مجلس 11 داشت که و حریف رو به دنبال نخستی ها بفرسته، مثل اون سیاستی که در مورد اصلاح طلب و اصولگره ها داشت، پلیس بد و خوب رو بازی میکرد که کلاه سر مردم بذاره، صورت مسئله رو پاک میکرد، از طریق اصلاح طلب ها درد میمون رو هم انباشته میشد و مردم دغدغه می‌شدن، خودکشی می‌کردن، ناامید می‌شدن، به اعتیاد پناه می‌بردن و اون چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بقاش می‌خواد. من بعد از اینکه این قرارداد 25 ساله جزئیات بیشتری ازش منتشر شد، به هر حال یه تماسایی هم انجام گرفت و به بعضی از جزئیات دسترسی پیدا شد از طریق همکاران، یعنی همکارانم در کمپین سفارت، اینه که مقالاتی هم چاپ شد، ما هم یه مقداری از اسناد مدارک رو دادیم، بر اساس اونا هم اسناد مدارک گزارش شد خوبی و یک نویسنده انگلیسی هم نوشت و در آنتنا همه هست. مخلص کلام، البته اونی که مثلا الان در رسانه هست اینی که من عرض میکنم نیست، آنچه که من و همکاران دیپلومات هم در کمپین سفارت دیپلومات رو به این نتیجه رسیدیم اینه که ما به گذشته برگشتیم، به گذشته قبل از برجام. این قرارداد یه همچین قراردادی، یعنی پایه و صحبتهاش از طریق این انجام شد در اون زمان حکومت ریاست جمهوری اول آقای روحانی، آقای ظریف رفت، بعد رئیس جمهور چین اومد که همزمان مسئله تشدید تحریم ها بود، هنوز برجام اجرا نشده بود، بعد به شدت مثل حالا این قضیه افشا شد، ایران مستعمره میشه، جزایر قشم و ابو موسا و تنب و بزرگ و کوچک و همه در اختیار چین قرار میگیره، مرکزی میشه که از چابهار به آسیای میانه برسه و در این حال مرکزی میرسه که از جاده ابریشم نوین برای فتح دنیا ایران رو تحت خیز این پرتاب قرار بده. و همین قضیه باعث شد که اروپایی ها فشار بیارن و بالاخره آقای اوباما هم درست در سالی که در 88 مردم خرداد 88 ریختن خیابون، اوباما یا با ما یا با اونا، ایشون با اونا در عمان نرد عشق میباخت، محاصره روابط با رژیم سنگ بناشو میذاشت که منتهی به برجام شد. یعنی همین ترس و وحشتی که در غرب ایجاد شد، یه مجموعه ای از اتحادیه اروپا، 5 به علاوه 1 و 5 عضو شورای امنیت به اضافه آلمان، این برجام رو در مذاکراتش انجام دادن و این همه پول رژیم بهره برداری کرد، تحریما لغو شد و خلاصه پولایی به دست آورد که امامخونه های منطقه رو گرم کرد، انقلابشون رو صادر کردن. اینا درست اسم رژیمشون انقلابی جمهوری اسلامی هست و خود را شیعه و حفاظت از کیان تشیع میدانن، ولی یک رژیمی هستن کاملا ماکیاولی، به هیچ پرنسیبی باور ندارن، هیچ اصولی را بر نمیتابن، بر علیه همه قوانین و موازین بین المللی اینا طغیان کردن، اگر منافعشون اقتضا بکنه حاضرن با شیطانم قرارداد ببندن و همین حکومتی که الان در ایران هست نوع حکومت شیطانی، قوانین که اجرا میشه قوانین دوزخه. اینا اگر ببینن که
حیات و مماتشون به این بسته است که با آمریکا توافق ایجاد بکنن، امتیازی بدن، یک جام که سهل حاضرن یک بشکه جام زهر بخورن. در طول هفته‌های گذشته یک به صورت سریالی یک سری آتش سوزی هایی در ایران رخ داد و در دو هفته گذشته انفجارهایی در به طور مشخص در پارچین، در تهران و در نطنز روی داد و بسیاری این انفجارها رو به دولت‌های خارجی و به طور مشخص به دولت اسرائیل نسبت دادند. این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، آدم مجرد نیست آقای ناچه امیر در چندین مصاحبه اینا من فرمایشاتشون رو گوش دادم فرمودن، یعنی کاملا ثابت کردن به هیچ عنوان امکان نداره که اسرائیل در این مقطع از طریق بمباران هوایی یا از طریق موشک اینا این کار رو بکنه، برای اینکه رژیم واقعا دنبال این هست که بالاخره یک جنگ آشوبی کوتاه مدت ایجاد بکنه، بلکه بتونه به علت اینکه بگه دشمن هست و اینا سیاست دکترین همیشگی آقای خامنه ای ساختن دشمن فرضی، بعد اتخاذ سیاست عرب در داخل که آقا آهیست ما دشمن داریم ساکت باید همه متحد بشیم و حرف نزنید و اینا، میان ایران رو میگیرن تجزیه میکنن، همیشه میخواد از این قضیه استفاده بکنه. ولی خب عقل سلیم اقتضا میکنه که چطور میشه در هزاران هکتار جنگل دشت و دمن اطراف همین خدهی رو بعد نطنز و اینا آتیش گرفتن، یه دو سه ماهی این قضیه ملت با این قضیه سرگرم شد و بعد انفجارهایی ایجاد شد، بعدش هم طی بیانیه رسمی اعلام کردن که به صورت کپسول و گازی بوده یا در نقل و انتقالات یه جایی یه چیزی به یه جایی خورده و جرقه حاصل شده و این سانتریفیوژ اینجا در نطنز منفجر شدن و بعدش هم الان میان برای اینکه بگن که قضیه بر اساس این است که ممکنه دشمن به ما حمله بکنه، موشکایی رو که در اصفهان دارن میبرن به نطنز و موشک‌های دیگه ای رو که از این بر اون بر هستن مثلا در مرز ارومیه در مرزهای غربی کشور و این یه آقایی هم که گفتن یه دستگاه کرونا کشف کردن میتونن که دنیا رو از کرونا نجات بدن، میگه که ما آشیانه‌های سیار زیر دریایی دارای موشک و فلان اینا داریم، اینا رجزخانی های همون قبل از اسلامی که اعراب در جنگ ها با همدیگه می زدن، اینا هم به علت دکترین های خامنه ای برای برگشت به عصر گذشته حجر تا 14 قرن پیش از همه قوانین اون موقع مثل رجزخانی، دروغ و از این مسائل اهریمنی داره در جامعه جهانی در قرن 21 علیه قوانین اون اجرا می کنه. حتی اگر بعد تحلیلایی که اومده قضیه زدن موشک و این چیزا باشه، یا مثلا میگن 250 تا 300 کیلو TNT رو هیچ احدی، این قضیه نمیدونم گروه پلنگ ها اعلام کردن و اینا، کسی نمیتونه مگر اینکه از خودی ها برن این کار رو بکنن، مثلا 250 تا 300 کیلو TNT رو حمل، این احتیاج به حفاظت داره، مدیریت داره، اونم از اون جاده های پیچ پیچ برسن به مثلا خودگید یا سایر آشیانه های موشکی و سانتریفیوژ چنگانه رژیم. اینه که صورت مسئله را آنچنان زیاد و تکراری و انواع و اقسام می کنن که تحلیلگران گید بشن. بحث بر سر این است که وقتی اسرائیل میتونه بره اسناد و چندین تن اسناد رو از قلب تهران پایتخت رژیم برداره با خود ببره تل‌آویو، خب به همین صورت هم میتونه این قضیه رو برسونه به سایت های اتمی رژیم و اونجا رو با خاک یکسان بکنه، یا در میگن نقل انتقال موشک های این اتفاق، یا حتی میگن در آزمایش چاشنی اتمی این اتفاق افتاد، علت چمینه که رژیم میخواد خود را برای جانشینی خامنه ای پسرش مرتضی
آماده بکنه که همزمان برای اینکه اورانیوم قرین شده ای که بعد از اینکه آمریکا از برجام اومد بیرون جمع شده ذخیره شده، اگه یکم بیشتر قرین سازی بشه میتونه حداقل دو تا بمب اتمی ایجاد بشه. همزمان با اعلام رهبری مصطبی اینا اعلام بکنن و ایران رو تبدیل به کره شمالی بکنن. اون که مسلمه ما از این قضیه میفهمیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران زبان زور رو میفهمه. رژیم جمهوری اسلامی یه رژیم ضعیف کشه. وقتی مردم لبنان فریاد میزنن فقر و بدبختی ما ناشی از دخالت رژیم در لبنانه، وقتی رژیم جمهوری اسلامی ایران هر کجا اونجا پا میذاره تبدیل به مرکز فساد، دروغ، دزدی، رشوه و واقعا چیزای اهریمنی شیطانی میشه و ضعیف کشی میشه، اینه که مردم هم منطقه این درس یاد گرفتن. چون رژیم زبان و زور رو میفهمه باید با قدرت در مقابل رژیم ایستاد. الان مردم ایران هم جوانای ایران هم به این نتیجه رسیدن که باید در با قدرت در مقابل این رژیم ایستاد، برای اینکه این رژیم فقط زبان و زور رو میفهمه. به نظر شما رژیم چقدر دچار وحشت شده از این چیزی که شما بهش اشاره کردید، نکته ای که اشاره کردید که به هر حال افرادی هستن در درون رژیم که این اقدامات رو انجام میدن؟ آیا اونطور که شما اطلاع داشته باشید دستگیری هایی هم صورت گرفته، یا احیانا از تجربه خود شما رژیم دست میزنه به یک سلسله دستگیری های و بازداشت هایی که بخواد این افراد رو در درون خودش پیدا بکنه و پاکسازی بکنه، اینایی که دست به این انفجارها میزنن و از به هر حال از درون رژیم این اقدامات صورت میگیره؟ البته یه چند تا سناریو رژیم در این مورد ساخته که خب ادعی هستن، خب نویسنده هایی هستن که گزارشاتی به بیرون وابسته به رژیم هستن، حقوق میگیرن، در بعضی از نشریات خارجی هم به صورت رپورتاج آگهی چاپ میکنن. من اوائل برنامه عرض کردم محور سیاست استراتژیک رژیم اینه که جلوی انفجار خشم ملی رو بگیره. به خاطر همینم از انواع و اقسام سناریو رو پیاده میکنه، طرح میندازه به سیاست های ماکیاولی، بعضی صورت های مسئله رو پاکسازی میکنه، بعضی رو همینطوری نگه میداره. در این مورد هم رژیم جمهوری اسلامی در انواع و اقسام عملیات رو در اطراف این مناطق اینا انجام داد و بعدش هم که اومد سناریو این که یه گروهی اومدن و در درون این دستگاه، در درون سیستم آدمایی پیدا شدن که مخالف این ادامه کارهای رژیم در منطقه و جهان هستن و اینکه ایران رو نوکر چین و روسیه بکنن، بنابراین اینا داستان رو بالا زده، خودشون یه کارایی انجام میدن. بعضی ها میگن این قضیه مقدمه است که بگن که خب حالا که جاسوس و فلان روسیه در درونه بگیرن ادعی از ناراضی ها و مخالف ها رو قلع و قمع بکنن، اعدام بکنن و اینکه یه سکوت گورستانی در ایران ایجاد بشه و رژیم بتونه به حیات خودش ادامه بده. ولی درست در لحظه این کارو بکنن که اون دوتا بمبی که برای جانشینی مجتبی میخوان تولید بکنن همزمان تولید بشه، یعنی تضمینی بشه که هیچ کشوری دیگه نمیتونه به علت اتمی شدن به ایران حمله بکنه، قضیه کره شمالی شدن ایران تحقق پیدا بکنه. ولی یه اصلی در جامعه جهانی هست به اسم اصل Responsible for Protect، یعنی اگر جامعه جهانی و ناظرین آگاه حقوق بشر ببینن که رژیم جمهوری اسلامی نقشه ها رو به خاطر این کشیده که با کشتار مردم، با ترساندن مردم، با مثلا حمله کردن در غرب کشور به کردها، در شرق کشور به بلوچا، در جنوب کشور به عرب ها، یه حمام خون هایی در درون کشور مثل عراق و سوریه و یمن ایجاد بکنه، از طریق این آرتوپی مسئولیت بین المللی برای همه کشورهای دنیا ایجاد میکنه. مسئولیت کشورها برای جلوگیری از کشتارها،
کشتارهای جمعی، نسل‌کشی و کشتن بیخودی مردم مثل آنچه که آقای اسروادان ملاسویش در بارکا میکرد یا در رواندا در سال 94 کرد یا در لیبی زمان قذافی انجام شد. اون موقع دیگه احتیاجی به اون تشریفات اینکه مرد باید بره به شورای امنیت و اینا نداره. کشورها همانطور که در زمان صدام دیدیم متحد میشن و یا در مورد طالبان دیدیم متحد میشن و حمله میکنن. آقای جورج بوش از اون مسئولیت اختیارات قانون اساسی و اون اختیاراتی که در سال 2011 اون فاجعه برج‌ها بهش داده شد استفاده کرد و به اول به افغانستان بعد به عراق حمله کرد. در این صورت هم جامعه جهانی منتظر این است که حقیقت یابی بشه. اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران چون محور سیاستش منتظر یعنی نگران انفجار خشم ملیه، اگه در صورت انفجار خشم ملی به نسل کشی بپردازه، این دفعه دیگه قرار آنطور که در محافله پشت پرده هست و به گوش ما هم میرسه میخوان این اصل بین‌المللی responsible to protect رو اجرا بکنن. اشاره فرمودید به یک خیزش ملی که به هر حال به خاطر شرایط اقتصادی که در ایران هست و نبود هیچ گونه آزادی اجتماعی و سیاسی، به هر حال از دیدگاه شما اونطور که من استنباط کردم ایران به اون درجه ای رسیده و مردم ایران به اون شرایطی رسیدن که میخوان یک پارچه بر علیه رژیم یک خیزشی صورت بگیره. آیا از دیدگاه شما رژیم میتونه حداقل مانند آبان ماه 98 که دست به کشتار وسیع جوانان زد و خب اشاره کردید به اینکه دنیا هم این بار ساکت نخواهد نشست، اما ما تجربه کشوری مثل سوریه رو داریم. خب در سوریه هم رژیم جمهوری اسلامی هم خود بشار اسد دست به کشتار وسیع مردمش زد و چند میلیون نفر آواره شدند در سراسر جهان. دنیا هم ساکت موند در برابر این فاجعه. آیا در مورد ایران هم این اتفاق ممکن نیست بیفته اگر رژیم بخواد دست به چنین کاری بزنه؟ اولا ایران مردم سوریه نیست. من نمیخوام به مردم کشورهای دیگه توهین کنم. اونجا یک کشور مصنوعیه، مرزاش مصنوعیه بعد از جنگ جهانی اول و سرنگونی امپراتوری عثمانی و اینکه انگلیس و فرانسه اونجا رو گرفتن و منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن. مرزا مصنوعیه، ملت مصنوعیه. گرچه دمشق یا اون سرزمین تاریخی و یکی از کشورهای قدیمی دنیاست، ولی رژیم ها و مرز هاشون مصنوعی. مهم فرهنگ، اون فرهنگ قالبی که در ایران هست 7000 سال از زمان زرتشت و 2500 سال پادشاهی تاریخ ایران که در صدرش پدر حقوق بشر کوروش بودن فرق میکنه. این فرهنگ و مردمان این فرهنگ هر که صبورن و تحمل دارن و حتی نیروهایی که حمله میکنن اونا رو ایرانی میکنن، مثل مغول ها، مثل ترک ها، مثل اعراب اینا، ولی در این حال یک روزی بالاخره اندک اندک جمع مستان میرسن و یک روزی اون سنگ صبور میشکنه، ترک برمیداره، منفجر میشه. حالا وقتی انسان، هر انسانی به یک مرحله برسه که دیگه هیچ چیز نداره از دست بده، رژیم جمهوری اسلامی ایران همه چیز رو از ملت ایران گرفته، هوا رو گرفته، آب رو گرفته، نان رو گرفته، مسکن رو گرفته، عناصر اربعه ایران را، آب و خاک و آتش و هوا رو آلوده کرده، قابل زیستن نیست، ایران را تبدیل به کویر کرده. بنابراین وقتی ملت ایران به این نتیجه برسن، رسیدن که دیگر چیزی رو ندارن از دست بدن، اون موقع میگن یا مرگ یا زندگی، میریزن به صورت جمعی. و ببینید از درست این روزا سالهای تیرماه حمله به کوی دانشگاه و
اون کشتار وحشیانه بود. طی مدت با اجتماع مردم در پاسارگاد داشتیم، بعد سال 88 داشتیم، سال 95 داشتیم، بعد سال 96 و بعد آخری سال 98 سال گذشته رو داشتیم. آبان ماه سال گذشته در اغلب شهرها ریختن، ولی رژیم جمهوری اسلامی ایران با ماشین جنگی وارد شد، یعنی با مردم، به ملت خودش جنگید و درست داشت این قضیه مسئولیت بین‌المللی برای جلوگیری از کشتار از زیر میز، از بایگانی به روی میز میومد به علت اعتراض آمریکا و اروپا، اینو جلوش گرفتن. خب وقتی اون زیر در بطن جامعه و اون زیر یک چیزی میجوشه میخروشه و به پیش میره، به یه جایی بالاخره یه روزی میرسه در اولین پیچ تاریخی، ممکنه یک ثانیه دیگه باشه، یک هفته دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، به صورت انفجاری مثل اون آتش فشانی که دود و گاز و مواد مذاب جمع میشه یهو منفجر میشه، این انفجار تحقق پیدا میکنه و ملت ایران با استفاده از اون تجربیاتی که تاکنون داشته این دفعه میدونه چیکار باید بکنه، این دفعه میدونه که باید از خودش دفاع بکنه. جوانا فهمیدن که آنتن رژیم کجاست، چشمای رژیم کجاست، و خوشبختانه مسئله، البته من متاسفم میگم خوشبختانه، به خاطر اینکه دلم برای وطنم میسوزه، دوست دارم هر چه زودتر قبل از اینکه بلای سر کشور بیاد و اون قرارداد 25 ساله واقعا تحقق پیدا بکنه، کشور ما از دست این رژیم جنایتکار اهریمنی انایرانی نجات پیدا بکنه و به دموکراسی و سکولاریسم و آزادی و جامعه جهانی برگرده. تجربه باعث شده که مردم بدانن که این دفعه چه کار باید بکنن. مردم در کوره حوادث پولاد آبدیده شدن، بخصوص جوانای قهرمان و مبارز. بعضی مواقع سکوت خیلی معنی داره، بعضی سکوت ها به اندازه هزار سال سر و صدا کردن و مطلب و جیغ و داد و خوندن اینا معنی داره. انتقاد میکنن بعد چرا ملت پا نمیشه با اینا، خب بعضی سکوت ها برای سازندگیه، باید بدانن این تحریم ها باعث شده که رژیم در اکثر اون حالت ضعف و زبونی و ترس و وحشت قرار بگیره. رژیم در ترس و ترور و وحشت، زمانی ملت رو در ترس و ترور و وحشت نگه می‌داشت که قیام نکنن، الان خودش بدتر از مردم در ترس و وحشت. رهبران رژیم نمی‌خوابن، همه‌شون بیانیه عصبی گرفتن، در مجلس تبدیل به قرعه حیوانات جورج اورول شده و شما دیدید چه ادا اصول ها و چه کارهایی کردن. یارو دیگه خجالت اینا رو گذاشته که اینا رو میاد میگه که من امنیتی نظامی بودم، یعنی باید مثل اون موقع باید به من باد بدید. بنابراین باید به رژیم گفت که آقای رژیم دیگه این توبین میری از اون توبین میرا نیست، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. این دفعه مردم در کوره حوادث آب دیده شده، سنگ صبورشون شکسته، هیچ چیز ندارن از دست بدن. رژیم هم در بدترین شرایط و در ضعیفترین شرایط هست. این مسئله تحریم ها باعث شده حقوق کارمندان نصف بشه. شما به یه خانواده در ایران زنگ بزنید بپرسید، کارمند مقام متوسطی هم داشته، میگه نمیرسشتم گره این روحه از گو اسام قرض میکنم یا از بانک من صندوق مثلا فلانجا قرض میگیرم. وقتی نارضایتی رو در کارگران دولت میبینیم، وقتی اعتصابات عمومی پشتوانه تظاهرات مردمی بشه، کار رژیم تمامه. یعنی این دفعه وقتی مردم بریزن خیابون و همزمان کارکنان دولت، این نیروهای وسط و صف به مردم به پیوندن، این یه قرارداد نانوشته در جامعه بین‌المللی. در همه انقلابات دیدیم که میرن به اون مردمان اون کشورها کمک میکنن، چون کارکنان دولت به رژیمشون پشت کردن. مرحله کمک بین‌المللی در همینجا نهفته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه با انواع ترفندها
جلوی این اعتصابات کارمندان رو بگیره، ولی وقتی کارگرانی که در صنایع دولتی کار میکنن بدون ترس از ترور و وحشت اینا میان و تظاهرات انجام میدن، البته رژیم جمهوری اسلامی ایران حقوق اینا رو نمیده، اینا رو در حالت برزخ نشون میده، کارگر قراردادی برابر قوانین بین المللی، امضای کارگر قراردادی یا معلم قراردادی یا راننده قراردادی برخلاف موازین حقوق و بشره، برای اینکه بازنشستگی نداره، وقتی به سن پیری رسید این که باید بره تو خیابون بمیره، این تأمین اجتماعی شامل حالش نمیشه، نوعی گروکشیه و اکثریت کارکنان هم اینطوری هستن در درون رژیم، قراردادی هستن و اخیرا هم یعنی الان در 22 شهر ایران 35 تا گروه در حال تظاهرات اعتراض به عدم پرداخت حقوق، اصلا نان چند برابر شده، سفره چند برابر، سفره ها خالیه، کرونا از اون بر حمله میکنه، رژیم قتل چکانی خبر میده و اینا رو در دام اپیدمی همگانی گذاشته که یک به اصطلاح مسئولیت با کشتار خدا میدونه چند میلیون نفر، یه مسئولیت ملی یعنی جنایتکارانه ترین دکترین که در دنیای رژیمی از بین 200 کشور که 194 تا عضو سازمان ملل متحده، فقط رژیم جمهوری اسلامی اینجا همچین دکترین را گرفته. بنابراین مخلص کلام، این بار دیگه مثل گذشته نیست، این بار کار تمام، اطمینان دارم، حتی میتونید به یه عضوی از خانواده زنگ بزنید، شما خواهید دید که چه اراده محکمه و به هر حال اینطوری نیست که ملت ایران همینطور بی پناه باشند، رژیم هر چقدر زد تو سرش اینا هم بخورن، نانشون از دستش گرفت بدن، دلار کردن 20 و چند هزار تومان بپذیرن، بالاخره کار به انتها میرسه، تحمل طاقت طاق میشه، الان ملت ایران به اون مرحله انفجاری رسیدن، ترس و وحشت رژیم هم همینه، همه توپ و تانک های دنیا رو جمع بکنه نمیتونه ملت رو سرکوب بکنه، این ملت قرار این بار با قدرت در مقابل رژیم ایستادگی بکنه. به عنوان پرسش آخر از خدمت شما، شما فرمودید که خب مردم تصمیمشون رو گرفتن بر این که یک بارچه بر علیه رژیم خیزشی صورت بگیره، در صورتی که این خیزش صورت بگیره از دیدگاه شما سناریو برای رژیم چه هست؟ آیا به حال بخشی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که ممکنه در لحظات آخر گروهی از داخل رژیم در واقع به سوی مردم بیاد و اون روند فروپاشی رژیم رو سرعت ببخشه اون روند رو، آیا از دیدگاه شما این سناریو چقدر احتمالش قوی هست؟ ببینید الان در دنیای مجازی هر روز 8-10 تا از این پیام ها از درون سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی رو شما میبینید، نقاب زده، صداشو تغییر داده یا به صورت ویدیویی داره حرف میزنه، چهرهش دیده نمیشه، اما زن و مرد یا به صورت نوشتاری میفرستن، کافی آدم یه بره یه تلفن یا از این چیز کارتا بگیره یه مقاله رو بفرسته به اونو بندازه دور، رژیم نمیتونه پیدا بکنه. و ببین وقتی موقعی که 1000 تا عمل انقلابی در ایران با 10,000 تا نیرو، 100,000 تا نیرو جمعاً، فقط تعداد اندکی از این دیوار آتشی که رژیم بین مردم و دنیای آزاد، زندانی که 80 میلیون رژیم جمهوری اسلامی ملت ایران رو زندانی کرده ولی نهایت سعیشون رو میکنن صداشون رو به گوش جهانیان برسونن، یعنی در واقع اکثریت قریب به اتفاق این ملت آماده قیام هستند، رژیم جمهوری اسلامی ایران بدیهی است که سناریوهای زیادی از خود داره و تدارک دیده، دیگه به علت انتقادهای شدیدی که اون قضیه اصل آرتوپی که عرض کردم جامعه جهانی در حال تحقق اون بود در آبان ماه 98 بلافاصله کشتار رو قطع کرد، این بارم اگه این کار رو بکنه دنیا با قدرت و حدت بیشتری به کمک مردم ایران خواهد، عملا و رسما به کمک ملت ایران خواهد رفت و اون جان مطلب رو که به عنوان نتیجه بسیار زیبای این
گفتگو شما فرمودید، پیوستن نیروهای وسط و صف، نیروهای وسط و صف خسته شدن دیگه، فهمیدن از یه موجودات دو فاسد و جنایتکاری حفاظت میکردن که لیاقتشون نداشتن. بنابراین این بار به جای اینکه روبروی ملت باشن، از ملت حفاظت خواهند کرد. من اطمینان دارم اتفاقی که عنقریب و به زودی و در آینده نزدیک رو خواهد داد اینه که مردم به صورت اجماع متحد سرتاسری در یک لحظه و ساعت و روز میریزن به همه خیابونا پشت سرش. خب رژیم جمهوری اسلامی ایران این نیروهای خودش رو میفرسته که اینا رو سرکوب بکنه، ولی از حالا در درون این نیروها کسایی هستن که اونایی که میخوان قتل عام بکنن، به کشتار جمعی دست بزنن، جلوشون خواهند ایستاد و مثل قهرمانان ملی تاریخ سرزمین ما از زمان حمله اعراب تا این اواخر حمله تقسیم ایران از جنوب شمال یا حمله صدام جنایتکار به ایران، مردم ایران یک دست و یک پارچه در مقابل این رژیم خواهند ایستاد و اون نیروهای وسط هم از ملت خود در مقابل این دایناسورهای عهد بوق دفاع خواهند کرد. جامعه جهانی هم وقتی اینو ببینن با همه توان و قدرت از مردم ایران پشتیبانی خواهند کرد. سپاس از شما جناب امید مهر گرامی برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و همینجا میخوام قول بگیرم از شما که بازم در آینده نزدیک در خدمت شما باشیم. با کمال میل و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید.